سلام به این مجموعه خبری رادیو آزادی خوش آمده دوژکفر احمدی هستم رئیس جمهور اوکراین از روسیه خواست که به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین پایان بدهد پترو پروشنکو هنگام دیدار از استرالیا امروز همچنان گفت که روسیه باید نیروهایش را از خاک اوکراین بیرون کند پروشنکو از مقام های روسی خواست که سرحد میان اوکراین و روسیه را ببندند با گفته او ای این اقدام سبب می شود تا صلح و ثبات ظرف چند هفته در اوکراین تأمین شود در این حال تونی ابوت صدر آسترالیا استرالیا در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور اوکراین هم بستگی عمیق کشورش را با یک اوکراین مستقل ابراز کرد مسکو نقش داشتن در ناآرامی ها در شرق اوکراین را رد می کند منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان تحقیق فوری در مورد مرگ یک وزیر فلسطینی شده است. بانکیمون گفت این مسئله باید با جدیت بررسی شود. زیاد ابو عین دیروز در جریان یک درگیری با سربازان اسرائیلی دچار حمله قلبی شد و درگذشت. فدریکا موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز خانه بررسی فوری این مسئله شده است موشه یلعون وزیر دفاع اسرائیل به خاطر مرگ این وزیر فلسطینی ابراز تعصف کرده و گفته که در حال بررسی این قضیه هستند و وزیر خارجه ایالات متحده امریکا آمریکا بر روز یک شنبه روم پایتخت ایتالیا می رود. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در یک نشست خبری گفت که جانکری برای گفتگو با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مورد انکشافات در اسرائیل و کرانه غربی از روم دیدن می کند. در همین حال یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده ای آمریکا گفته که جانکری با لاورنت فابیوس همتای فرانسوی یز به روز پنجشنبه دیدار خواهد کرد به گفته این مقام که نامش ذکر نشده این دیدار در حاشیه کنفرانس در مورد اقلیم در پیرو صورت خواهد گرفت یک مقام دیگر وزارت خارجه امریکا گفته است احتمال می رود این وزیران روی منازعه اسرائیل و فلسطین و همچنان مسئله اوکراین بحث کنند بینه و دیگر خبرهای مهم 24 ساعت در وبسایت ما قابل دست رسند. آدرس ما www.azadiradio.com شب و روزتان خوش خدا نگهدار رادیو آزادی رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام امواج متوسط 12.96 و FM 100.5